با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزیر خارجه ایران میگوید هر گونه تحول در افغانستان قبل از هر جای دیگر بر همسایگان به خصوص ایران و پاکستان تأثیر دارد. حسین امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای پاکستانیش در اسلام آباد همچنان میافزاید که موضوع افغانستان در دستور کار جدی مذاکرات آنها قرار داشته. وزیر خارجه پاکستان نیز با تأکید به توافقات دو کشور و ادامه تعاملات درباره افغانستان میگوید که پاکستان و ایران علاقمند صلح و ثبات در افغانستان است. در این مورد با مهمانم آقای جواد سجادی استاد پوهنتون که از ایران روی خط با ماست بحث میکنیم. سجادی صاحب سلام، خوش آمدید به خبر هشت. میخوایم بدانیم که ایران و پاکستان چیز به دنبال چیز در افغانستان؟ سلام دارم خدمت شما و بینندگان. ایران و پاکستان آنچه که اعلام میکنند به صورت رسمی به دنبال ثبات و به دنبال صلح در افغانستان هست، برای اینکه بی ثباتی در افغانستان و فقدان صلح در افغانستان عمیقا به صورت مستقیم و دو کشور تاثیر دارد. پدیده مهاجرت، پدیده ناامنی از موارد از بیان نمونه میشه در این باره از اونها یاد کرد، اما به نظر نمی رسد که هر دو کشور یک راهکار مشخصی را در رابطه با ثبات و در رابطه با صلح روی دست داشته باشد. به نظر می رسد که از اونجایی که الان طالبان قدرت را در افغانستان در اختیار داره و به نحوی از آنها پاسخگو نیست، نه به ایران و نه به پاکستان، دو کشور را به تکاپو انداخته که تا با یک استراتژی واحد و با یک اتحاد بتواند طالبان را پاسخگو بکند. ما میتوانیم بگوییم که به نحوی از آنها ایران و پاکستان چوب تاکتیک های اشتباه را میخورد که در 20 سال گذشته اونها را اتخاذ کرده بود. اگر پاکستان و ایران از حکومت مرکزی گذشته حمایت کرده بود، از صلح و ثبات در افغانستان حمایت کرده بود، قهران به اینجا نمیرسد. اما اونها یک سیاست دوگانه ای را در پیش گرفته بود که هم از طالبان حمایت میکرد، هم به نحوی خواهان صلح و ثبات در افغانستان بود و با دولت مرکزی هم مذاکرات و رابطه داشتن، ولی رسیدیم به اینجا که طالبان روی کار آمد و الان اونها به نحوی از آنها چوب اون تاکتیک های اشتباه را میخورن به نظر نرسن. درست، ولی اگر بیایم بحث ایران و پاکستان را عمیق‌تر بررسی بکنیم، آیا این دو کشور واقعا از تحولات در افغانستان متضرر شده و تحت تأثیر قرار گرفته؟ ببینید، هر دو کشور را، سیاست هر دو کشور را باید ما به صورت جداگانه بررسی بکنیم، هرچند که در این میان قدر مشترک هم وجود داره. پاکستانی ها در 50 سال گذشته با کارت اسلام و کارت جهاد و مبارزه سعی کرده که هم در کشمیر با هندوستان مبارزه بکنه و هم سیاست سریالی براندازی حکومت ها را در افغانستان تعقیب بکنه و از این را توانست چندین حکومت را به زیر بکشه و افغانستان را به یک ورطه ورشکستگی بکشانه. در حالی که ایران در 20 سال گذشته کوشش کرد که ایالات متحده در کنارش نباشد، در همسایگی اونها نباشد، ایرانیان فکر میکردن که اگر متحده در کنارش، در کنار مرزهایش نباشه، تمام مشکلات حل میشه. به همین خاطر اونها یک تاکتیک روی آوردن و از طریق اون تاکتیک کوشش کردن که اگر یک تهدید بالقوه به نام طالب هست، میتوان از این تهدید بالقوه با یک دشمن بالفعل بسیار قدرت مقابله کرد و از اونها استفاده کرد. بنابراین الان وقتی که طالبان به نحوی از آنها با ایالات متحده در دوحه قرارداد امضا کرد و این معادلات ایران به هم خورده، بنابراین هر دو کشور الان در یک شرایط ناگزیری قرار گرفته. یعنی هم ایران و هم پاکستان تلاش میکرد که در افغانستان یک دولتی باشد که باید حرف بشنوه، ضعیف باشه، بتواند در واقع دو کشور حرفای خودشان را بر اونها تحمیل بکنه، ولی الان به نظر میرسد که چنین قندار درست نبوده. پس
بهتر این است که هم پاکستان هم ایران به جای این که به دنبال یک حکومت حرفشنو باشد، به دنبال یک حکومت پاسخگو باشد، به دنبال این که به دنبال یک حکومت نسبتاً ضعیف باشد، به دنبال یک حکومت قدرتمند باشد. این حکومت قدرتمند الزاماً از بستر ملی برمیخیزد و بر واقعیت‌های افغانستان می‌نشیند و از واقعیت‌های افغانستان حمایت می‌کند. ولی متأسفانه واقعیت‌های افغانستان، کثرت‌گرایی‌های افغانستان در 20 سال گذشته هم در نزد ایرانیان فراموش شده بود و هم در نزد پاکستانی‌ها فراموش شده بود. درست، ولی شما میگین که مثلا ایران و پاکستان همواره به دنبال یک حکومت ضعیف در افغانستان بود. حالا یک قسمت از صحبت‌هایتان هم این را بیان میکرد که آنچنانی که پاکستان و ایران تصور میکرد آنچنان هم در افغانستان نشد. حالا پاکستان و ایران مشخصا نگران چه چیزایی است؟ اگر بیایم موارد وار اشاره بکنیم، چون بحث تی تی پی و موارد دیگر در پاکستان است که ما همواره شاهد اظهارات مقام های پاکستانی هستیم، ایران مشخصا نگران کدام موارد است؟ چون فعلا آمریکا وجود نداره در افغانستان. ببینین، اگر به صورت موارد وار هر کدام از کشور را نگرانی های اونها را برگشماریم، ایران نگران این هست که طالبان مبادا نزدیکی بیشتری با ایالات متحده پیدا بکند و به عنوان یک عامل و به عنوان یک متحد ایالات متحده در منطقه عمل بکند. ما میدانیم که رفتارها و مذاکرات پیدا و پنهان بین ایالات متحده و طالبان وجود دارد، کمک ها در این باره صورت میگیره. نگرانی بعدی ایران حضور گسترده مهاجرین است، اینکه یک حکومت در افغانستان باشد پاسخگو نباشد، زمینه کار را فراهم نکند، زمینه ثبات را فراهم نکند، خب قهرن حضور بیشتری از مهاجرین در ایران نمایان خواهد شد و بیشتری مهاجرین در ایران حضور پیدا خواهد. مسئله بعدی مسئله فعالیت های گروه های بنیادگرا هست. همان گونه که پاکستان از حضور گروه های بنیادگرا در افغانستان نگران هست، قهرن طبیعتاً ایرانی ها هم از حضور گروه های بنیادگرا در مناطق شرقی بسیار منظورتان بسیار کدام نگران هست. سجاده صاحب، منظورتان کدام گروه ها؟ گروه های مانند جندالله و جیش العدل و دیگر گروه هایی که هر از چندگاهی نام عوض میشه، ولی قدر مشترک اونها یا به عبارت بیس مشترک اونها همون بنیادگرایی هست که خود را متعهد به مبارزه با حکومت مرکزی ایران میدانند. مسئله بعدی هم مسئله در واقع چی مسئله اقتصادی هست. در این مورد هم اساسا ایرانی ها نگرانی های خاص خود را دارند. درست، بیایم موضوع را بیاریم در کابل. آقای سجادی، در کابل حداقل یک طرف وجود داره برای همسایه ها. هر بار که ادعا میشه نگرانی پاکستان مطرح میشه، نگرانی ایران مطرح میشه. مسئولین فعلی، حاکمان فعلی افغانستان حداقل پاسخ میداشته باشه. من میخوام بدانم که حال ایران میره با همتای پاکستانیش میشینه و میگه که ما در مورد افغانستان گفتگو کردیم، به توافق رسیدیم، خواهان صلح و ثبات هستیم. آیا میتونیم این را زنگ خطر به کابل بگوییم یا یک پیامی که میتونه سیاسی و دیپلماسی باشه به کابل بگوییم یا نه؟ ببینید، زنگ خطر نیست. آنچه را که در واقع در مذاکرات طرفین اعلام شده، عملا خبری از مذاکرات و خبری از تهدید نیست که تا ما بگیم یک زنگ خطر برای طالبان هست. هرچند که مقامات پاکستانی ها یا مخصوصا وزیر امور خارجه پاکستان از تهدید نظامی سخن گفته، در افغانستان در واقع افغانستان در یک موقعیت خاص قرار داره و محصوری در خشکی هست. ما میدانیم که تنها از طریق ایران و پاکستان به آبهای آزاد راه داره. بنابراین اگر شرایط رو طالبان برای پاکستانی ها و برای ایرانی ها تنگ کنه، ممکن است این دو کشور به سمت اتحاد بیشتر پیش بره، ولی باز هم طالبان هم کارتهای بازی داره که ممکن است از شکل گیری این اتحاد جلوگیری بکنه.
درست، منظور ما چیز دیگری بود سجادی صاحب، چون آقای حسین امیر عبداللهیان در نشست خبری که با همتای پاکستانیش داشت دو موضوع را اشاره کرد. موضوع اولشی بود که بحث روی افغانستان در دستور کار جدی مذاکرات آنها قرار داشته. بحث دومشی بود که اونا توافقاتی داشته که و تعامل میکنن با افغانستان. این دو موضوع چی را بیان میکنه اگر مشخصا؟ چون همواره اگر بحث دو همین کشور را مطرح بکنیم در قبال افغانستان، بس ایران و پاکستان را، هم خواهان صلح و ثبات در افغانستان بوده و هر از گاهی هم آنچه که شما پیشتر اشاره کردین نگران بوده ای که از خاک افغانستان، از آدرس افغانستان تهدید میشن. خب ببینین، ما میدانیم که ایران و پاکستان دو همسایه قدرتمندی افغانستان هست و اوضاع افغانستان چه مثبت چه منفی بر دو کشور تأثیر داره. خب مسلما وقتی دو کشور مقامات بلندپایه خارجی اونها و سیاست خارجی اونها با هم ملاقات میکنن، قرار مسائل افغانستان در دستور کار است. اما اینکه این در واقع مسائل چی بوده ما عملا از این آجندا نمیدونیم. مسئله بعدی این است که اساسا وقتی میگن که ما در رابطه با افغانستان در واقع خواهان تعامل هستیم، این بیانگر این هست که ایران و پاکستان ناگزیر است که با افغانستان تعامل داشته باشد و خواهان یک افغانستان با ثبات و مبتنی بر صلح باشد که در اونجا آوارگان بیشتر به سمت ایران و پاکستان سرازیر نشود، گروه های بنیادگرا امنیت دو کشور را تهدید نکند. ولی روی هم رفته حرف این است که تا کجا پاکستان و ایران بر اتحاد علیه افغانستان می توانند ایستاد شود. ما دیدیم که این دو کشور بارها و بارها سیاست های خودش را تعقیب می کند و به صورت تاکتیکی یک در واقع سیاست خاصی را در به صورت فصلی در باره افغانستان تعقیب می کند و از یک سیاست کاملا در واقع راهبردی و استراتژیک در قبال افغانستان عملا خبری نیست. تنها سیاستی که پاکستان در قبال افغانستان تعقیب میکنه و میشود آن را گفت یک سیاست راهبردی، همین سیاست سریال براندازی و فروپاشی حکومت ها با کارت جهاد و اسلام بوده که به نظر میرسد که پاکستانیا در این برهه زمانی خلع سلاح شده و دیگر این کارت اون برندگی لازم را ندارد. تشکر. آقای سجاد سجادی، استاد پانتون که از ایران روی خط با ما بودن، سپاسگزار آقای سجادی که فرصت گذاشتید. ممنون. و ممنون که بیننده خبرهای ساعت 8 بودید. خبرها در همینجا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار.